به نام خدای مهربان کودکان و نوجوانان عزیز سلام امیدوار هستم با خانواده های عزیز و گرامیتان در کمال صحتمندی و شادابی باشین خوشحال هستم که یک داستانه که کوتای دیگر را براتان تقدیم میکنم و امیدوار هستم این داستان مورد پسند و علاقه شما قرار بگیره دی دا داستان زیبا و جذاب شما قصه دخترک بسیار مهربان و بسیار دلسوزه شنوین که میخوای امرای یک پرنده دوستی بکنه امیدوار هستم که داستان تا آخر بشنوین و داخل باز من یک دوسه کلمه گپ امرایتان دارم خب بر ترتیب نام از این داستان است مادر آن پرنده را صدا کن این کتابه یا این داستانه که الیشا برگر نشته کده و آقای کاوه آهنگر ای داستانه از زبان انگلیسی و زبان فارسی بر کتابخانه خانه دانش و بر همه ما و شما برگردان کرده حالا به که ای داستانه که به دقت بشنویم و ببینیم که چی گپا داره و دخترک کمرای از این پرندگکی که داره چی میکنه مادر لطفاً پرنده را که روی درخت نشسته است صدا کن مادر لطفا چند دانه برنج بان پرنده بینداز تا نزد ما بیاید مادر میخواهم ببینم پرنده ها چطور دانه میخورند مادر پرنده ها چگونه از آسمان روی پاهای خود فرو می آیند؟ مادر پرنده ها چگونه را می روند؟ مادر شاید آن پرنده تشنه باشد بیا کمی آب برایش بدهیم؟ مادر این پرنده بسیار زیبا است مادر من می خواهم که به آهنگ که این پرنده می خواند گوش بدهم مادر من می ببینم که این پرنده چگونه می رقصد مادر شاید آن پرنده تش نباشد بیا کمی آب برایش بدهیم مادر بیا که از این ریسمان یک گاز درست کنیم مادر پاهای پرنده برنه است میخوام کفشای خود را به او بدهم. مادر پرندگگ لباس ندارد. بیا که برای او لباس بدوزیم. مادر این پرنده دوست من شده است. مادر خواهش میکنم به این پرنده بو که برای میشن از ما باشه. خب کودک های عزیز داستانک دیدین خواندین شنیدین بسیار عالی خدا کنه خوشتان آمده باشه امیدوار شما مثل دخترک دل سوز واره امرای پرنده ها ایوانات و در مجموع طبیعت انس بگیرین دوست داشته باشین و کوشش کنین که به پرنده و ایوانات شفقت داشته باشین و از طبیعت محافظت بکنین امید دنیای دور بر ما و شماست همچنین بر دستیابی به منابع باز آموزشی و کتاب های قصه بر کودکا هم شنیداری هم تصویری و هم کتاب های متن به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنین تا داستان خدا خداحافظ و ناصرتان